سلام میکنم خدمت شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز سیمای آزادی، با یک برنامه دیگه تیک تاک برای بررسی مهمترین خبرها و اوضاع احوال سیاسی مربوط به میهنمون در خدمت شما هستیم. این روز اگر اخبار رو دنبال کرده باشید شاید دریافته باشید که اصلی ترین و یا شاید یکی از اصلی ترین بحران های روی میز نظام سرنوشت برجامه. برجام هم به دلیل اینکه به اصطلاح وضعیت خفگی اقتصادی به وجود آورده گریبان رژیم رو گرفته و به نقاط خطرناکی رسیده. تقریبا دو هفته است که رژیم برای باز شدن راه نفسی از طریق اروپا و مشخصا فرانسه داره دست و پا میزنه و به گفته عراقچی اصلی ترین مأموریت وزارت خارجه باز شدن راه تنفسی در برابر تحریم ها برای نظام است. فرانسه به تکاپو افتاده تا به نحوی بین رژیم و آمریکا خلاصه جوشکاری کنه. در این میون فردا سرآمد سومین مرحله خودزنی نظام، خودزنی به معنی کوتاه آمدن از تعهدات برجامش است. مجموعه این مسائل شرایط رو برای رژیم بسیار بغرنج و بحرانی و به نوعی پیچیده کرده. البته خروجی این شرایط بحرانی از یک طرف سردرگمی و از طرفی راه افتادن موج جدیدی از بحران و کشمکش شدید درونی در رژیم هست. بنا به تجربه یک همچین خروجی هایی داشته. اجازه بدید ابتدا گزارشی در همین رابطه با هم ببینیم و بعد گفتگوی امروز. این روزها در حالی که هیاهو و جست و خیزهای روحانی، ظریف و عراقچی برای آویختن به پاریس برای فروش مقداری نفت بالا گرفته است، شب گذشته وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد هر توافقی هم بشود باید در نهایت دولت آمریکا اجازه معافیت برای فروش نفت رژیم بدهد. لودریان گفت ایده تبادل خط اعتباری تضمین شده ما به ازای نفت چند هدف دارد. اینکه رژیم ایران به تعهدات برجامیش بازگردد و امنیت در خلیج فارس را به مخاطره نیندازد و وارد مذاکره در مورد دخالت‌های منطقه‌ای و برنامه اتمیش برای پس از سال 2025 شود. آنگاه وزیر خارجه فرانسه گفت تمامی اینها با این فرض است که در صورت اجرای آن ترامپ برای فروش نفت رژیم ایران معافیت صادر کند. در چنین وضعیت آخوند روحانی در جلسه امروز هیئت دولت با گوشهای آویزان گفت بسیاری از موارد رو هم ما به هم نزدیک شدیم. برخی از موارد هم هنوز اختلاف نظر داریم. ما نرسیدیم به گام نهایی، من بعید میدونم ظرف امروز فردا هم ما بتونیم به توافق نهایی برسیم. آخوند روحانی آنگاه گفت امروز یا فردا گام سوم کوتاه آمدن از تعهدات برجامی، یعنی همان دالان خودزنی که نظام در آن گرفتار شده است، را عملی خواهد کرد. این گام سوم ظاهرش خیلی تکان دهنده نیست ولی باطنش فوق العاده مهم. رئیس جمهور ارتجا که روشن بود از هر گونه کورسویی از گشایش در خفگی ناشی از تحریم ها ناامید شده، حسرت دوران مماشات آمریکا را خورد و با سوزش گفت در درون آمریکا تندروهایی شامل صهیونیست ها، نئوکان ها و نجات پرست ها هستند که خواهان رابطه صحیح میان نظام و آمریکا نیستند و هر وقت می خواهیم در این رابطه جلو برویم یک جایی آن را به هم می زنند. هر وقت می‌خواهیم کاری انجام دهیم این سه گروه که متأسفانه بر کاخ سفید هم مسلط شدند نمی‌گذارند. آنها از برجام خارج شدند و مشکلاتی برای خود، ما و دنیا ایجاد کردند. روز گذشته نیز ظریف وزیر خارجه تحریم شده آخوندها با فضای یأس و ناامیدی گفت اروپا آماده ریسک کردن برای حفظ برجام نبوده است. اینکه آیا اروپا خواهد توانست که در برابر خواست آمریکا در باره برجام بایستد، اینکه چگونه می‌خواهند این کار را انجام بدهند، با آمریکایی‌ها مقابله کنند یا متقاعدشان کنند، تصمیم خودشان است. اما من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها متقاعد نخواهند شد.
همزمان سناتور تد کروز تاکید کرد هیچ گونه امتیازی نباید به رژیم آخوندی داد. سناتور کروز در بنیاد هادسون گفت: من از وزیر خزانه داری میخواهم یک پاسخ روشن و ساده برای فرانسوی ها داشته باشد که مهم نیست چه تعداد کمپانی فرانسوی در انتظار تجارت با آیت الله باشد. آمریکا قرار نیست بخشی از تامین کننده مالی اصلی ترین کشور حامی تروریسم در جهان باشد. در چنین فضایی کارشناسان و رسانه‌های حکومتی وضعیت تیره‌ای از نظام را ترسیم می‌کنند. آرمان می‌نویسد: طرف فرانسوی نیت خیری دارد، اما پاریس توان لازم را برای تحقق این امر ندارد. تا زمانی که آمریکایی‌ها در سیاست‌های خود تجدید نظر نکنند، کشورهای اروپایی توان تحقق خواست خود در این حوزه و تحقق نیازهای ایران را ندارند. حسن بهشتی پور، کارشناس حکومتی، هم نسبت به بی‌حاصلی مانور رژیم در سومین گام کاهش تعهدات هسته‌ای می‌گوید: بعید می‌دانم صرف افزایش توان هسته‌ای به جایی برسیم. اینکه ما فکر کنیم که با اقدامات هسته‌ای به تنهایی می‌توانیم طرف مقابل را به تجدید نظر وادار کنیم، یک خطای بزرگ است. آنها از تحریم علیه ما و برای تحت فشار قرار دادن ما استفاده می کنند و ما باید این ابزار را کنترل کنیم. روزنامه حکومتی همدلی هم یادآوری می کند: انتهای این وضعیت خوراندن زهرهای موشکی و دخالت منطقه‌ای به نظام است. همدلی می نویسد: آزار و ایزای واشنگتن در صورت قرار گرفتن تهران در مسیر کاهش تعهدات برجامی منحصر به برجام نخواهد ماند. محققاً اروپا و واشنگتن با توجه به مواضع مشترکشان در موضوعات فرابرجامی نظیر رفتارهای منطقه‌ای و موشکی، پروژه محدودسازی برجام موشکی و منطقه‌ای را کلید خواهند زد. کیهان نیز با تاکید بر اینکه در نهایت این آمریکاست که باید اجازه فروش نفت رژیم را بدهد، تکاپوی روحانی و ظریف برای باز شدن مسیری از طریق اروپا را بی حاصل عنوان کرده و می نویسد: دولت با اروپایی مشغول چانه‌زنی و مذاکره است که کمترین اختیار و اعتباری ندارد و برای کوچکترین تصمیم‌ها و گام‌ها باید با واشنگتن هماهنگ شود. کیهان در مطلب دیگری مانور نظام برای کاهش تعهدات برجامی را به سخره گرفته و میگوید: با دست فرمانی که در پیش گرفتند و مهلت‌های 60 روزه و حرکت‌های لاک پشتی، بعید به نظر می‌رسد تا چند سال دیگر هم به جایی برسیم که 4 سال پیش بودیم و البته که برخی از امتیازات و فرصت‌های از دست رفته هرگز و به هیچ قیمتی قابل برگشت نیست. یک کارشناس حکومتی به نام امیر علی ابوالفتح نیز به نظام توصیه می کند دل به سراب اروپا نبندد که هیچ آبی از آن برای رژیم گرم نخواهد شد. این کارشناس حکومتی می گوید: آمریکا تاکنون هیچ نرمشی در مواضع خود نداشته و نشانه ای از احتمال نرمش آمریکایی ها در آینده نزدیک نیز وجود ندارد. آمریکا مخالف 100% گشایش روابط ایران و اروپا است. بنابراین بسیار دور از انتظار خواهد بود که در شرایط فعلی میان ایران و فرانسه توافقی حاصل شود یا اگر توافقی حاصل شد نتیجه بخش باشد. اکنون در این آشفته بازار نظام سوال این است: در حالی که دو گام پیشین کوتاه آمدن از تعهدات برجامی نظام به گفته خودشان هیچ تأثیری در مواضع طرف اروپایی و آمریکایی به نفع نظام نداشته، آیا امیدی برای باز شدن مسیری از طرف گام سوم وجود دارد؟ یا این به اصطلاح گام هم بحران‌ها و ضربات بیشتر بعدی را در پیش خواهد داشت؟ خب بینندگان عزیز، گزارش رو با هم دیدیم. شاید بشه گفت این روزها تحرکات زیادی چه از طرف رژیم و چه از طرف فرانسه برای پیدا کردن راهی که فشار تحریم ها رو روی رژیم کم کنه هستیم. سوال این هستش که آخرین واکنش های رژیم به طرح فرانسه در این رابطه چی هست؟ آیا رفتن لودریان به آمریکا به معنای موافقت رژیم با بسته فرانسوی هست؟ یا این سوال که چرا رژیم از این شرایط برای رفع جدی تحریم ها استفاده نمی کنه و وارد حل ریشه‌ای موضوع نمیشه؟
برای پاسخ به این مجموعه سوالات گفتگویی داریم با رضا هفت‌فرزند. با سلام خدمت شما و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. من هم سلام کنم به شما و به بینندگان عزیز و هموطنان گرامی در هر جای جهان. بله. خب سال اول این هستش که واکنش رژیم در قبال طرح اعلام شده توسط لودریان چی هستش؟ ببینید واکنش ها مختلف بوده ولی برجسته ترین واکنش اظهارات روحانی بوده که امروز 13 شهریور در جلسه هیئت دولتش گفت. روحانی در جلسه دولت گفتش که بعید میدونم که امروز و فردا ما بتونیم به توافقی برسیم. بعدم گفت مثلا اگر در 20 زمینه ما توافق داشتیم 3 زمینش مونده که هنوز اختلاف داریم و به خاطر همین 3 ممکنه که به گام نهایی نرسیم. بعدم نسبت به شکست سیاست مماشات در واقع آه و ناله کرد و گفتش که از روش میخونم براتون: در درون آمریکا تندروهایی شامل صهیونیست ها، نوکان ها و نجات پرست ها هستند که هر وقت میخواهیم کاری انجام دهیم این 3 گروه که متاسفانه بر کاخ سفید هم مسلط شدند نمیگذارند. آنها از برجام خارج شدند و مشکلاتی برای خود، ما و دنیا ایجاد کردند. بعدم تاکید کرد که امروز یا فردا گام 3 رو اعلام و اجرا میکنیم. که چی هستش؟ بله، خب این گام 3 که روحانی گفته مشخصه که چی هست؟ الان به اون میرسم، بقیه چیزها رو بگم. واکنش بعدی از ظریف بود که دیروز با راشد توده در یک گفتگو روز 12 شهریور گفتش که الان این فرانسه است که باید بره آمریکا را قانع بکنه برای اجرای این طرح فرانسوی. بله. ولی آمریکایی ها متقاعد نخواهند شد. اینا واکنش های مشخص رژیم بود، ولی واکنش های به اصطلاح هراسان در هر دو باند حاکم به شدت مطبوعات و رسانه هاشو پر کرده بود. بله. تلاطمیه واقعا، هر گروه یک مدلی حرف میزنن. مثلا روزنامه حکومتی جوان وابسته به سپاه پاسداران امروز 13 شهریور با اشاره به طرح لودریان گفته بود که یک طرح شکننده و ناپایدار. این دوتا کلمه هم از تمام حرفای لودریان خودش انتخاب کرده بود، که خود لودریان هم اینجوری اظهار نظر کرده بود که هنوز معلوم نیست این طرح به کجا ممکنه برسه یا نرسه. بله. ولی تو خود روزنامه های باند ولی فقیه، مثلا رسالت مال باند فاشیستی متلفه، این گفته بود که آقا دست از این چیزا وردارید، اینها تسلیم طلبان است، بیان قشنگ هوروار توبه کنید به این باند. بله. در باند خود همسو با روحانی، بهشتی پور کارشناس حکومتی گفته بود که در مورد گام 3 گفته بود من فکر نمی کنم که ما با دنبال کردن سیاست هسته‌ای بتونیم به جایی برسیم یا ثمری برامون داشته باشه. اگرم این کارو بکنیم النهایه مذاکرمون با اروپا سخت‌تر میشه و اروپا رو به سمت آمریکا نزدیک‌تر میکنیم. بله. یه کارشناس دیگه حکومتی از همین باند 2-3 روز پیش گفته بود، علی بیگدلی گفته بود که الان مشکل اصلی ما اینه که نگرانیم که اگر گام 3 رو برداریم این باعث میشه که اروپا هم رسما از ما فاصله بگیره، چون الان غیر رسمی که تمام سیاست‌های آمریکا رو در این مدت تایید کرده و دنبال. بله. کرده. بله. الان دیگه خلاصه چیزی به ما نمیمونه. ولی در مورد این سوالی که گفتید که گام 3 که رژیم میخواد برداره چیه، این رو هنوز مشخص نکردن. روحانی امروز تو همین حرفاش در جلسه هیئت دولت یک گفتش که امروز مشخص میکنیم و بعد اعلام میکنیم امروز فردا. منتها خودش یک جمله گفت، گفتش که ظاهرا این گام 3 خیلی تکان دهنده نیست ولی باطن آن فوق العاده است. یعنی چی این؟ خب بذار تناقضی که خودش، یعنی اینکه در وحشت از واکنش جامعه جهانی و طرف حسابای اروپاییشون قبلا خیلی فیلی هوا کرده بودن که در گام 3 چنین میکنیم چنان میکنیم، الان معلومه که یک عقب نشینی های در درون خودشون کردن و این از حالا داره آماده میکنه که در این گام 3 کوه تبلیغاتی نظام قراره یک موشی به ذات الله و
اون طرحی که ظاهرش هیچی نیست ولی باطنش فوق‌العاده است، معلومه چیزی از توش در نمیاد. حالا ببخشید این سوال پیش اومد. ببخشید وسط حرفتون. همین داستان رو کارشناسای حکومتی هم سر همین گام سوم دارن به رژیم هشدار میدن، میگن از جمله همین امروز یک روزنامه حکومتی همدلی 13 شهریور نوشته بود محققا قرار گرفتن ایران در مسیر گام سوم که از قبل گفته بودن میخوایم پروژه به اصطلاح غنی کردن 20% رو پیش بگیریم، البته اینو رسانه ها به گمان گفته بودن بله. هیچ منبع رسمیش نگفته بود. حالا این میگه اگر اومدیم یه همچی کاری بخوایم بکنیم به معنی به شمار افتادن نفس های برجام و در نتیجه مرگ آن خواهد بود. آیا نیازی به اجرای گام سوم یا همان مرگ برجام است؟ نقطه مقابل این کیهان خامنه‌ای که نوشته بود آی ظریف تو که هی میری میگی اگر اروپا به اصطلاح حرفای ما رو قبول کنه بلافاصله ما گاممون رو به عقب برمیگردیم، این کدایی که تو داری میدی ضد التیماتومه. التیماتوم میدن طرفو بترسونن بیاد پای چیز، ولی تو اینقدر که داری نیاز و احتیاج و به اصطلاح استیصال رژیم رو داری برملا میکنی، طرف مقابل پاش صف میشه که میتونه این بارم به تعهداتش انجام نده و به اصطلاح یک نقدی از ما بگیره و نسیه هم بهمون بعدن نده. خب ببینید، شما میگید تعهداتش رو انجام نده، آیا این که خود لودریان بلند شده رفته این تر رو برده آمریکا نشان از این نیستش که در واقع موافقت رژیم رو تو جیبش داره؟ خود رژیم که در این مورد چیزی نگفته، رسما حرفی نگفته که موافقتی در این موارد کردن نکردن چی گفته، ولی الان همینجوری تو صحنه خبرهای رژیم رو که نگاه میکنیم یک چیزای خیلی واضح و روشن هستش. اولین چیز همین نمونه هایی که گفتم، این طرح به شدت رژیم رو در درون خودش به تلاطم انداخته. بله. موضع‌گیری هایی میکنن علیه هم، ضد و نقیض حرف میزنن، حتی این ضد و نقیض روی ها در داخل یک باند هم دیده میشه، هم در باند وابسته به خود ولی فقیه، هم اونایی که همسو با روحانی هستن. مثلا همین روزنامه رسالت که حملاتی کرده و روز 13 شهریور تو یه مقاله دیگه از قول یه کارشناس دیگه‌اش زهروند گفته بود که برداشتن گام سوم یعنی دور شدن از اروپا خطرناکه برای ما، به صلاحمون نیست که از برجام خارج بشیم، باید اینا حفظش بکنیم. بله. در باند خود روحانی هم این نمونه ها زیاد دیده میشه. به هر حال این یکی از چیزهایی که الان روشنه. حالا یه عده‌ام توی رژیم میگن که آقا این بی حاصله، یه عده میگن با حاصله. نکته دیگه اینه که خب از مدت ها پیش، یعنی از اردیبهشت سال قبل که آمریکا از برجام خارج شد، بله، این روشن بود که اروپا به خاطر حالا منافع خودش به خصوص فرانسه میخواد یک جوشکاریایی بین رژیم و آمریکا راه بندازه که البته شکست خورده این تا حالا. بله. این شکست در واقع چیزی رو که بارز میکنه وضعیت در واقع خفگی و بیراحلی رژیم رو داره بارز میکنه. خب این همین شرط نقطه خفگی که میگید، آیا این نقطه، همین نقطه که قرار داریم، یعنی کاری که فرانسه داره میکنه، مذاکراتی که هست، آیا بهترین فرصت نیست برای باز کردن راهی برای رژیم که از این حالت خفگی در بیاد؟ و چرا خب الان این اتفاق در مسیرشون قرار گرفته؟ رژیم که به شدت هراسان و ترسان از این وضعیت خفگی اقتصادی، بله، یعنی به قول عوام از خداشه که بیاد چنین کاری بکنه، ولی الان مشکل در درون خودشه، مشکل در درون ذات مذاکره ناپذیرش و ناهمخوانش با جامعه جهانیه. بله. اگر این کارو میتونست که تاله کرده بود، مشکلی نداشت. اگر رژیم پای، چون طرف مقابل یه خواسته هایی داره همینجوری که نمیتونه بره این مشکل حل بکنه، طبعا خواسته های اونو باید بده. اگر میتونست بده که تاله داده بود و اگر میداد همون چیزی بود که خود خامنه ای بارها گفته این چیه، تنزل بی پایانه، یعنی باعث ریزش و فروپاشی و در
نهایت هم سرنگونی رژیم میشه. به این دلیله که نمیاد پای این. به همین خاطر هم هست که جامعه جهانی پیشاپیش دستش خونده، کما اینکه رئیس جمهور آمریکا تو جریان اجلاس جی 7 گفتش که من هیچ امتیازی به رژیم نمیدم، اونها به ما نیاز دارن، چون میدونست رژیم نمیخواد نم پس بده و میخواد به قول معروف مفتخوری بکنه که مبادا خودش دچار آسیب بشه. بله. اونم این واکنشو داشت، گفت ما نیازی به اونا نداریم، اونا باید در رابطه با خواسته هاشون به ما نشون بدن که جدی هستن. بله. خلاصه این اوضاع احوال یک چیز رو نشون میده، ثابت میکنه، و اون در واقع وضعیت بنبست و بیراحلی رژیمه. یعنی واقعا راهی برش نیست که شما انگوش میگذارید رو بنبست، چون به هر حال یه واقعیت هایی هم وجود داره، همین رفت آمد ها، صحبت ها، دیالوگ ها. بالاخره بلند شده یه وزیر خارجه کشوری رفته آمریکا. خب اگر راه حلی بود که خودش این راه حل در رژیم نشون میداد، در همین اظهارات امروز آخوند روحانی نشون میداد که اومد اعتراف کرد که آقا دست از پا خطا نمی کنیم، گام سوم رو برمیداریم. این گام سوم هم قول داد که خیلی تکون دهنده نیست، نکاتی که گفتم. بعد ببینید اگر رژیم در بنبست نبود، یک راه حلی داشت. رژیمی که راه حل داشته باشه دوچار بحران نیست. رژیمی که دوچار بحران نباشه در داخلش وحدت و همسویی و به اصطلاح یک حرفیه. بله. الان در داخل رژیم رو نگاه بکنید، در حتی مثلا باند خود روحانی هم میبینیم اختلاف نظر و چندگانگیه. بین این باند و اون باند که اصلا وحشتناکه دیگه، به هم مارک خیانت و نمیدونم بریدگی و انفعال و فلان اینا میزنن. همین امروز منوچهر محمدی از معاونین اسبق وزارت خارجه رژیم اومده بود به روحانی و ظریف میگفت چه خبرتون اینقدر طلبکاری میکنید شما؟ بله. تمام مملکت رو بای دادید رفت و من یک کتاب خیلی قطور میخوام از طلبکاری های شما و از انفعال سیاستتون منتشر بکنم و شما رو باید در تنهایی وجدان خودتون رو به محاکمه بکشید. بله. وقتی وضع اینجوری باشه خب معلومه این به اصطلاح قمپوز راه حل گام سومم اساسا یک راه حل که برای رژیم نیست، هیچ بدتر بنزینیه که بر آتش اختلافات درونیشون از یک سو میپاشه. از طرف دیگه این میز گفتگویی که با اروپا چیدن و به شدت هم بهش نیاز دارن. بله. از زوایای مختلف این رو هم خودش مخدوش میکنه. نسبت به همین هم خود اینا دارن ابراز تردید میکنن، کما اینکه کیهان خامنه ای امروز گفته بود که با این دست فرمونی که شما پیش گرفتید مهلت های 60 روزه که هیچی معلوم نیست، مهلت های چند سالم ما بتونیم به وضعیت قبلی که تو قبل برجام قبل تحریم داشتیم برسیم. بله. کما اینکه خیلی چیزایی داشتیم از دست دادیم. حالا یک نمونه واضح تر از بنبست رژیم براتون بگم، وقت تمومه، به اختصار میگم تموم میکنم. اونم سکوت محض خود خامنه ایه. ببینید دوره قبل که اینا در مذاکرات بودن، خامنه ای خودش سال 92 اومد وسط بحث نرمش قهرمانان ها را مطرح کرد. بله. ولی الان سکوته، کشیده کنار که اگر کما که کیهان دیرو گفته بود، گفته بود اگر این اوضاعی که داره پیش میبره روحانی ظریف شما دارید پیش میبرید فردا خرابی به بار آوردید، باز به گردن مقامات بالای نظام نندازید. بله. یعنی سکوت کرده که اگر فضاحتی بار اومد بندازه گردن اینها. بله. این نشونه بومبست و بیراحلیه. بله. دیگرش. خیلی ممنون از توضیحاتتون. طبعا این موضوع ادامه داره و امیدواریم در برنامه بعدی هم بهره‌مند بشیم از نکات شما. بینندگان عزیز برنامه رو ادامه میدیم. و اما نکته پایانی، دیشب تلویزیون رژیم آخوندی گزارشی پخش کرد و با آب و تاب میگفت ما گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای رو برداشتیم. بعد هم گفت که برای اینکه دشمن زهر خورده رو ناکام بذاریم تنها و تنها راه مقاومت، یعنی رویارویی هست. با هم ببینیم.
18 اردیبهشت امسال بود. ایران بعد از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام Great things can happen for Iran. و یک سال بی تعهدی و بی عملی اروپا و عملاً یک سال وعده و وعیدهای بی سرانجام Let me conclude with the message. بالاخره تصمیم خود را برای کاهش تعهدات هسته‌ای عملی کرد. دشمن همان دشمن زخم خورده است و منتظر فرصتی برای انتقام. پس راهبرد مقاومت باید از این پس با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند، زیرا خروج از مسیر مقاومت فعال قطعا ما را بار دیگر به زمین تعریف شده ی آمریکایی ها و اروپایی ها باز خواهد گردان. خب حالا بعد از این همه آب و تاب درباره مقاومت و گام های محکم کاهش تعهدات هسته‌ای، جالبه که امروز صبح روحانی با در واقع گوش های آویزون گفت ظاهر این گام سوم خیلی تکان دهنده نیست ولی باطن آن فوق العاده مهم است. حالا این چه آشی که باطنش با ظاهرش اینقدر در تناقضه. اما جالب اینجاست یک روزنامه حکومتی به نام آرمان در رابطه با این دود و دمهای مقاومت و رویارویی و تقابل با دشمن توصیه کرده مقداری به خودشون دهنه بزنن و اینقدر تند نرن خلاصه، چون بن‌بست نظام خرابتر از اونیه که با این شلوغکاری ها بشه پوشوندش. توجه کنید، مسئله این است که در بن‌بست هیچ نتیجه‌ای نمیگیریم، اما در تقابل هم نتیجه نمیگیریم، برای اینکه پرهزینه است. بن‌بست باعث میشود در جایی متوقف شوید که نه حرکت میتواند شما را نجات دهد و نه توقف. در تقابل هم هزینه شما بالاست ولی خروجیتان نامعلوم است. در حقیقت چاره‌ای ندارید. بله، چاره‌ای ندارید. خدا نگهدار.